داستان مرد جوجه فروش و سه زن حقه باز. در روزگاران قدیم گفته بودند که در اصفهان جوجه خروس را خوب می‌خرند. مردی 100 تا جوجه خروس خرید و به طرف اصفهان حرکت کرد. موقعی که وارد اصفهان شد، رفت در گوشه‌ای منزل کرد. مردم اطراف او را گرفتند و گفتند: جوجه خروس‌ها را دانه چند می‌فروشی؟ گفت: خودم خریدم دانه 2 تومن و میفروشم 3 تومن. مردم گفتند: شنیده ای که در اصفهان جوجه خروس را خوب میخرند، اما نه به این قیمت. جوجه خروس دانه 15 قران است. مرد بیچاره تا 2 روز فروش نکرد. بعد از 2 روز زنی آمد و پرسید: جوجه خروس ها را دانه چند میفروشی؟ گفت: دانه 3 تومن. زن که مقصودش این نبود که پول بدهد و از این مرد بیچاره جوجه خروس بگیرد، گفت: خیلی خوب، بلند شو، همه جوجه خروس‌هایت را بردار، برویم در خانه ما و پولش را هم بگیر. مرد بیچاره خوشحال شد و فکر کرد که حالا خوب شد. هر دو روانه شدند به طرف منزل زن. به مسجدی رسیدند که 2 تا در داشت. زن جوجه خروس‌ها را برداشت و به مرد گفت: همینجا بنشین تا من پولش را برایت بیاورم. از این در داخل مسجد شد و از در دیگر به طرف منزلش رفت. در منزل 2 تا دختر داشت. حکایت مرد جوجه فروش را برای آنها گفت. دختر بزرگش گفت: آن مرد جوجه فروش کجاست؟ مادرش گفت: پشت در مسجدی که 2 تا در دارد نشسته و در انتظار من است که برایش پول ببرم. دختر گفت: مادر، میخوای من برم و لباسهاشو از تنش در بیارم و بیام؟ مادر گفت: برو، انشالله زودتر از من بیایی. دختر پشت در همان مسجد آمد و دید که مرد نشسته و سر به زانوی غم فرو برده. گفت: ای برادر، چرا سر به زانوی غم فرو بردی؟ مرد بیچاره حکایت را برایش گفت. دختر خیلی دلسوزی کرد و گفت: برادر، حتما خرجی و پول هم نداری؟ گفت: نه. دختر گفت: من یک بچه دارم که مشربه را درون چاه انداخته. تو بیا آن را بیرون بیار و مزدت را بگیر و خرج کن. باز مرد صاف و ساده گول خورد و به دنبال دختر حرکت کرد تا به لب چاهی رسید. لباسهایش را از تنش در آورد و داخل چاه رفت. دختر هم لباسهای مرد را برداشت و رفت خانه. به مادرش گفت: دیدی که من رفتم لباسهایش را درآوردم؟ دختر کوچکتر گفت: مادر، اگر اجازه بدی من میرم و از هیکل لختش 1000 تومان پیدا میکنم و میآورم. مادرش گفت: برو، اگر چنین کاری کردی 1 درجه از من حقه بازتری. دخترک حرکت کرد، آمد به لب چاه رسید. یک مرد غریبه لخت و عریان بر سر چاه نشسته بود. گفت: برادر، چرا لخت هستی؟ مرد بیچاره حکایت را گفت. دختر گفت: اگر با من شرط کنی که من هر جا تو را بردم و هر چه از تو پرسیدم بگی آره، من میرم 1 دست لباس خیلی اعلا برایت میآورم. مرد گفت: خیلی خوب. دختر رفت و 1 دست لباس خیلی اعلا آورد و به مرد داد. مرد جوجه فروش لباس را پوشید و حرکت کردند و رفتند در بازار جلوی دکان زرگری. دختر به مرد جوجه فروش گفت: فقط من از تو پرسیدم، بگو آره. مرد گفت: خیلی خوب. دختر گفت: آقای زرگر، ما قدری طلا آلات لازم داریم. زرگر چون نگاهش به قیافه این مرد و زن افتاد، گفت: خانم، دکان ما تعلق به شما دارد، هرچه بخواهید از خودتان است. دختر رفت یک انگشتر گرانبها برداشت و به مرد گفت: آقا، این انگشتر را برداریم؟ مرد گفت: آره. خلاصه دختر همینطور به قدر 1000 تومان طلا برداشت و نشان مرد داد و پرسید: خوب است؟ مرد هم گفت: آره. بعد دست در بغل کرد و گفت: مثل اینکه پول هام تو منزل مونده. آن وقت به زرگر گفت: آقا، پول هام در منزل مانده. این آقا اینجا باشه تا من برم پول هایم را بردارم و برگردم. زرگر بیچاره که نمی دانست این دختر حقه باز است، گفت: اشکالی نداره،
آقا شما اینجا هستین تا خانم بروند و پول بیاورند؟ مرد هم به عادت خودش گفت آره. دختر هم طلاها را برداشت و حرکت کرد. رفت منزل و به مادرش گفت دیدی که از تن لختش چقدر طلا آوردم؟ به اندازه 1000 تومان. مادرش گفت احسنت به تو که دخترم هستی. القصه برویم سر وقت زرگر بیچاره که 2 ساعتی طول کشید، دید کسی پیدا نشد. گفت آقا خانم دیر کردن، مگر نرفتن پول بیاورن؟ مرد گفت آره. زرگر دید نه خیر، آمدن خانم از حد گذشت و هرچه هم از این مرد میپرسد به غیر از آره چیز دیگری نمیگوید. زرگر فهمید که زن سرش کلاه گذاشته، بنا کرد به سر و صدا کردن. اهل بازار جمع شدند و گفتند این مرد را پیش حاکم ببر. زرگر مرد جوجه فروش را برد پیش حاکم. حاکم چون از موضوع با خبر شد گفت زن چطور شد؟ باز هم مرد گفت آره. حاکم پرسید مگه زن تو نبود؟ مرد گفت آره. حاکم دید نخیر، هرچه می پرسد جواب آره است. پس حکم کرد مرد را بخوابانند و او را شلاق بزنند. مرد بیچاره فریاد زد نزنید، خدا لعنت کند هر که بخواهد جوجه خروس بیاورد اصفهان بفروشد. حاکم گفت یعنی چه؟ مرد جوجه فروش حکایت را از اول تا به آخر باز گفت. آن وقت مرد جوجه فروش را آزاد کردند و گفتند برو، اما دیگه جوجه خروس برای فروش به اصفهان نیار. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.